افزایش قیمت گاز مایع در پی سردی هوا و بارش برف در هرات با انتقاد شهروندان روبرو شده است. شماره از شهروندان میگویند در نتیجه بارش برف قیمت یک کیلو گاز مایع در دو روز گذشته تا مرز 10 افغانی افزایش یافته است. آنان با متهم کردن حکومت به عدم نظارت از بازارها افزایش یکبارگی قیمت گاز را در بازارهای هرات با توجه به میزان درآمد و بیکاری مردم در این فصل سرما ظلم میخوانند. از سوی هم مسئولان اداره مواد نفت و گاز مایع هرات دلیل افزایش گاز مایع را افزایش تقاضای آن در بازارها عنوان میکنند. انتقادها از افزایش یکبارگی قیمت گاز در هرات آن هم به دلیل سردی هوا و بارش برف. افزایش سردی هوا و بارش برف در هرات حدود 10 تا 15% در فی کیلو گاز مایع در بازارها تفاوت آورده است. قبل از سردی هوا یک کیلو گاز در بازار بین 45 تا 48 افغانی به فروش می رسید. اما اکنون به گفته شهروندان در این روزها یک کیلو گاز تا مرز 58 و حتی 60 افغانی به فروش می رسد. از این جلو از برف ما 52 گاز کردیم، امروز به 60 روپیه شده. امروز دقیقاً واقعا ظلم هست، به خاطر اینکه همشهریان عزیز ما فعلا هیچ درآمد ندارن، همه بیکار هستن. ما اعتراضات خدمت ارگان‌های دولتی داریم که اونا توجه بیشتر داشته باشن. واقعا مسلمان خیلی با مشکل اونده برخورد کردن. بالا بلند که برفته نباید بلند بره، تجارت که دارم دیگه، ذخیره دارم دیگه، یک بار فکر میه بعد اینو بالا ببرم یا اولاد غریب بیچاره چیکار کنم؟ ما خود می عکس شرخی دارم، نون فرما میسته شرخ خرج خوره. آیا به عقم ظلم نیه؟ اونا که دارم دیگه، هم یک بارش یک برف میه کم سرد میشه بگم بالا رفته. شهروندان با متهم کردن حکومت به بیپروایی و عدم نظارت از بازارها افزایش قیمت گاز را با توجه به بیکاری و میزان درآمدشان در این فصل سرما یک ظلم میدونند. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات میگن بازار آزاد و نبود نظارت حکومت در بازارها سبب شده تا فروشندگان گاز مایع را به گونه دلخواه دست به افزایش قیمت بزنند. بازار آزاده که به طور قانونی نمیتونیم از فروش حکومت جلوگیری بکنه، اما باید از ترک انصاف جلوگیری بشه، به خاطری که مردم توان خرید نداره، ظلم بر مردم. از سوی هم مسئولان اداره نفت و گاز مایع هرات دلیل افزایش قیمت گاز را در چند روز اخیر سردی هوا و افزایش تقاضای شهروندان میگویند. بان هم مسئولان این اداره میگویند که در تلاشند با تشکیل هیئت نرخ ثابتی بر فروشندگان گاز مایع در بازارها وضع کنند. روزانه حدود 40 الی 50 موتر همته مواد نفتی و مخصوصا گاز میامد، مشکلات طرف هم میسازد. برای فعلا چون برف و باران است اینمی تقریبا کاهش یافته و روزانه حدود 5-6 تانکر میه. یک دلایل شمی است و دلیل دیگه میتونه سردی هوا باشه که اینا واقعا در روزا چون هوا سرد داده مصرف بلند نفته و یکی از دلایلش میباشه. راهکاری که ما روی دست گرفتیم می است یک هیئت تشکیل شده از مقام ولایت است، از بخش تصدی مواد نفتی است. این هیئت کار داره که بتونه یک نرخ ثابت در قسمت کنترل قیم خصوصا مخصوصا گاز به همشهریای عزیز شهر هرات و باستان یک نرخ مناسب تعیین کنند. هرات به دلیل هم مرز بودن با کشور ایران و ترکمنستان گاز مورد ضرورت دیگر ولایت ها را هم تامین می کند. برخی از فروشندگان گاز مایع دلیل بران رفتن گاز در بازارهای هرات را در این روزها چیز دیگری بیان می کنند. ما خود ما قیمت گاز فی کیلو امروز 53 افغانی پی کردیم، به خاطر از اینکه قبلا که بود امید را کابل ایراد بسته بود. شما که در جریان هستین چند مدتی، امید روز جمعه بود راه کابل ایراد وا شده بود. گازی که به کابل قیمت هر کیلو گاز فی 80 افغانی 75 افغانی بود، حالا می تانکرها از کابل می به ایراد می امی گاز از ایراد می برد انتقال میده به کابل. علت همو بود، علت از این برفینا نیه که گاز بالا رفته، به خاطر همون انشالله یه هفته یا هفته بعدی با پس قیمت گاز پی میآید. گفته نیست همه ساله با سردی هوا و ریزش برف در هرات برخی از فروشندگان گاز مایع دست به افزایش قیمت میزنند که مسئولان حکومتی هم بارها از برنامه هایشان برای جلوگیری از این موضوع سخن زدند. با این وضع و با توجه به افزایش سردی دیده شود که به چه میزان دیگری قیمت گاز در بازارها بلند خواهد رفت و یا اداره نفت و گاز مایع خواهد توانست نرخ ثابتی بر این سوخت مورد ضرورت شهروندان در فصل سرما وضع خواهد کرد.